پروانه این بار حکومت اینترنت رو طوری قطع کرده بود که اصلا نمیشد بهش وصل شد. به نظرت ممکنه بازم جمهوری اسلامی اینترنت جهانی رو قطع کنه؟ آره بابک، اینا دارن بخشایی از اینترنت ملی یا همون اینترنت بومیشون رو تکمیل میکنن. با توجه به این احتمالاً میتونن هر وقت که بخوان دسترسی همه کاربرا رو به اینترنت جهانی قطع کنن. ای بابا، راستی این مدت من درباره اینترنت ماهواره‌ای از خیلی ها شنیدم. چطور میشه به چنین چیزی وصل شد؟ اتصال به اینترنت ماهواره‌ای یا همون ساتلایت اینترنت به این راحتی ها نیست. امکانات و تجهیزات زیادی میخواد. مثلا دیش‌های ویژه و ثابت و دستگاهی مثل رسیور لازمه که بتونه سیگنالای مورد نظر رو بگیره. این دیشا با دیشایی که برای تلویزیونای ماهواره‌ای استفاده میشه فرق داره و قیمتشون هم گرونه. حالا اگه این تجهیزات رو بگیریم چطور میشه وصلش کرد؟ این اینترنت ماهواره‌ای دو مدل داره. یه مدلش یک طرفه یا وان ویه که فقط دریافت داده باهاش ممکنه. البته به ADSL هم نیاز داره. برای این کار کاربر باید یک اشتراک از یکی از سرویس دهنده ها بگیره. اما چون از توی ایران امکان خرید اینترنتی با مسترکارت یا ویزا کارت وجود نداره، این روش کاملا مقدور نیست، ضمن اینکه هزینه خیلی زیادی هم داره. نوع دیگه‌اش دو طرفه یا تو وی هست که شامل ارسال و دریافت داده میشه و به خط تلفن نیازی نداره. این مدل دیش، رسیور و LNB حرفه‌ای و گرون قیمتی نیاز داره که فعلا توی ایران نیست. آها، میگم هزینه این اینترنت ماهواره‌ای با اینترنت زمینی خیلی فرق داره. راسته که میگن یه کشور خارجی میتونه اونو برای ایرانی‌ها راه بندازه؟ آره، خیلی فرق داره. هزینه پهنای باند برای اینترنت ماهواره‌ای تا 100 برابر هزینه اینترنت عادی تموم میشه. برای همین کشور خارجی یا شرکتی که اینترنت ماهواره‌ای رو برای همه ایرانی‌ها تهیه کنه وجود نداره، یا بهتره بگم هزینه خیلی بالایی لازم داره. حالا یه چیزی، اگه کسی این نوع اینترنت رو راه بندازه توی ایران، حکومت میتونه روی اون پارازیت بندازه و مختلش کنه؟ آره، با پیدا کردن فرکانس‌ها و فرستادن پارازیت راحت میتونه این ارتباط ماهواره‌ای رو مختل کنه. البته نباید فراموش کنیم که در سالهای آینده تکنولوژی‌هایی میان که میتونن اینترنت ماهواره‌ای رو به راحتی و با دستگاه‌های کوچیکی مثل موبایل در اختیار مردم بذارن.